آقای حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو، که به ایشون هم خوش آمد میگم. آقای آجی حسینی، در واقع اصل بسیار واضحی هست، اصلی که در قانون اساسی، در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی مطرح شده، اصل 79 قانون اساسی، برای اینکه اشتباه نشه من دقیقاً این جملات رو میخونم: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیران، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری برقرار نماید، ولی مدت آن به حال نمیتواند بیش از 30 روز باشد، و در صورتی که ضرورت داشته باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کنند. نقض صریح اصل 79 قانون اساسی نیست این اقدام؟ مسئله این است که چون به شکل رسمی اعلام حکومت نظامی نمیشه، خب جمهوری اسلامی مسئولیت این ماجرا رو نمیپذیره. از منع تردد استفاده میشه یا راه‌ها بسته میشه. در ما موارد مشابه این رو هم زیاد میبینیم. تغییر نام داده میشه مسئله ای و بعد هویتش رو فکر میکنن که عوض کردن. نمونه دیگر ماجرا احکامی است که صادر شده است به عنوان تبعید، و بعد سخنگوی وقت قوه قضاییه میگفت که ما اصلا تبعید نداریم، و خب از واژه‌ای که استفاده کرده بودند در واقع این بود که فرد رو از جایی که زندگی میکنه جا به جا بکنند. به هر حال منظور این است که فقط یک سری لفظ‌بازی و در واقع بازی با کلمات اینجا اتفاق میفته. ذات اتفاقی که افتاده است نقض قانون اساسی، نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی، و این مکرر هم هست. فقط در همین ماجرای در واقع برقراری حکومت نظامی نیست، همین که اساساً میگویند برگزاری راهپیمایی غیر قانونی است، برگزاری تجمع غیر قانونی است. این هم مورد دیگری است که خب نقض میکنه قانون اساسی رو. قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید میکنه که برگزاری تجمع بدون حمل سلاح اگر مخل مبانی اسلام نباشه آزاده. منتها الان ما میبینیم همه مقامات محلی و استانی جمع شدن در اصفهان، یک صدا اعلام میکنن که هر تجمعی که برگزار بشه غیر قانونی است و با اون برخورد میشه. یک الگوی ثابتی رو هم در واقع استفاده میکنن در برای سرکوب، اون هم تسخیر خیابان قبل از حضور معترضان. ما میبینیم که بعضن میان ماشین های بزرگ رو، اتوبوس و اینها پارک میکنن به فاصله خیلی خیلی نزدیک به هم، خیابان رو در اختیار میگیرند، عملا امکان حضور مردم رو نمیدن، و پیش از اینکه تجمعی شکل بگیره اساسا سرکوب اتفاق میفته. بچه دیگر سرکوبی هم در روزهای گذشته در اصفهان اتفاق افتاد. من متاسفم از اینکه از این واژه استفاده میکنم، ولی نشانگر توحش نیروهای سرکوبه. اینکه شما تیرهای ساچمه‌ای به سمت مردم پرتاب بکنید، چشمان افراد رو نابینا بکنید، بیش از 30 نفر دچار آسیب شدن، در دست کم در یک چشم مجروحین زیادی بودند که خب اینها از ترس حتی به مراکز درمانی مراجعه نکردند. اینها هم نشون میده که اعتراض در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه، شاید بر این مبنا که اساسا حقوق شهروندی و ترم شهروندی به رسمیت شناخته نمیشه و حکومت عملا با شهروندان به مثابه رعایای خودش برخورد میکنه و امر میکنه از بالا، همه چیز از بالا میاد. و اینکه اعتراضی وجود داره نسبت به یک حق بسیار اساسی و اولیه، یعنی حق آب، داشتن آب آشامیدنی، خب اینها همه نشون میده که ما با چه وضعیتی عملا روبرو هستیم.